آقا یه پوز میزنه خداوکی شروع نکنید بیان دوره ما چیز بگن. اگه نمیدونین بدونین که شیرهای ماده فقط تو دوره های کوتاهی از سال پذیرای رابطه جنسی هستن و جالبتر بدونین که وقتی هوس خواهان رابطه میشن دیگه دهن شیره رو صاف میکنن، یعنی انقدر پذیرا میشن که شیره بیچاره رو مجبور کنن روزی 20 تا 40 بار باهاش آموزش جنسی بکنه. ماشین لباسشویی میسوزه، یعنی کلکوپر بدبخت میریزه. جالبتر این که اگه شیر بیچاره نخواد و خلاصه قش و ضعف کنه فایده نداره، باید بکنه کاری که شیر ماده میخواد و یعنی تا بیزه های شیر بدبخت رو گاز میگیره. بی تربیت نویسند خجالت نمیگشید و الان با خودتون میگیم اگه حیوانم لذت مره. بفرمایید همین لاک پشته پیر سگ جزایر سیشل که در جریان رابطه شون چنان ناله میکنن، اون چنان ناله میکنن که انگار دارن فیلم های بی تربیتی بازی میکنن. جالب لاک پشت ماده کاملا سکوته، حتی یه بوغ هم نمیزن. چرا؟ چون عصبیه، نمیشه اصلا سمتش رفت. اینو من نمیگم، اینو اونایی میگن که زیر نظر دارنشون. چرا؟ چون لاکپشت نر بیناموز هی لاکپشت ماده رو مجبور به کارهای بدبد میکنیه. باید لاکپشت نر با شیر ماده جفت گیری کنه به نظرم. بله از این قضیه تو شامپانزه صد نمیکنه. چرا؟ چون طبق تحقیقات اون شامپانزه ماده از رابطه جنسی حس لذت داره و وسط مسطای عملیات صداهای ناجوری تولید میکنه. یه جالب، یه نموش قهوه‌ای به اسم آنچینوس وجود داره که فقط 14 ساعت در سال وقت داره تولید مثل کنه. پس بقیه‌اشو چیکار می‌کنه؟ نمی‌دونه. حیوان بیچاره در تمام این ساعت در حدی که بمیره جفت‌گیری می‌کنه. یعنی تا جایی که واسه اینکه انرژی کمتری مصرف کنه اعضای بدنشون رو می‌کشن و از کار می‌ندازن و بعدم می‌میره. تو رو خدا اینجوری نگو، من ناراحت میشم عزیزم. یه نوع میمون خاک به سرم از به اسم بانوبو، بله ایشون کلا تو آشتی و صلح از رابطه جنسی استفاده میکنه، مثلا برای کم کردن فشار زیاد قرار میکنه. یا مثلا واسه اینکه موز به دست بیاره برمیگرده میگه بده موزو. عنایت فرمودی؟ قشنگ رسبیگری بین حیوانان رواج داره پیدا میکنه، چه کاری. یا مثلا این جوجه تیغیا قبل از آموزش جنسی جنس نر بیتربیوت پشمش رو میده کنار، از سر تا پای ماده رو منور میکنه به شاش مبارک، بعد میگه خب حالا بریم تو کارش. خداحافظ شما.